شارژور اون چیکار کرد؟ هرچی دلش خواست بارم کرد بعد شم رفت. تام جای اون بودی همین کارو میکردی نمیکردی؟ چرا؟ خب حالا اینا رو ول کن. نتیجه ایشه دیگه بیمارستان. به چی میخندی؟ عجب نفوذ کلامی داره. یه توکپا اومد چند روز ازت وقت گرفت. حالا اگه بیشتر میموند و بیشتر باهات صحبت میکرد حتما دست از سر حاج ابراهیم برمیداشتی. چیکار میگردم؟ برم بیمارستان رو محضرش کنم؟ داختی بیمارستانه برم سراغش؟ نه هیچ کاری نکن. غیر خندیدم ما کار دیگه هم داری؟ خب حتما کارت دارم که اومدم. داستان من یه خوره عوض شده. کدوم داستان؟ همون داستان قدیمی. یه چند روز میخوام برم مرز. مرز؟ کدوم مرز؟ داستانش طولانیه. بذار همون مقدار که لازمه برات بگم. عباسی مأموریت داره میره مرز. منم میخوام برم. خب چه کار یعنی اینجا جلو چشت بود؟ خب اونجا چه کار؟ آخه اینجا تنهام. اونجا یه عده هستن که بهم کمک میکنن. که چه کار کنی؟ جزئیاتش معلوم نیست. میخوام بی اعتبارش کنم. همینطور که منو بی اعتبار کرد. حالا که بهتر از من میتونه بهشون کمک کنه؟ به خال محبوب گفتی؟ نه نگفتی. به نمیخوام محبوب بدونه. نگران میشه. چطور به من گفتی؟ آدم وقتی یه همچین سفری میخواد بره بالاخره یه نفر باید بدونه. سفر؟ راحت دهنت وا میکنی میگی سفرامو؟ از دست ما دارم چوب کوبیدیم تو پای یارو 8 سال برامو حبس بریدن. داره میری برا سردار. و میگی سفر؟ ای سفر نی هچلا. نترس اونا کارشونو خوب بلدن. من تو هچل نمیفتم. مواظب من یونس. وی خب ما بیشتری جوری دلم بیلرزی که میگی کار بلدن. خب از اینا دوملاتله نمیدن. خب هیچ ردی از خودشون نمیذارن وقتی کارشونو درست انجام بدن. خب تنظیمت میکنن زنده نمیمونی. خب عاشق این تنظیم گفتناتم. باور کن او وقتی موما رفته و دلم قرص اینه یکی از جای بوام یکی هست که گوشم تو دستاشه. این سالا گوشه تو دست مونه. مونم میپیچونمش. وقتی از زندان اومدم بیرون تا قبل دیدنت باور کن به جون جلال علکی میچرخیدم. تو نمیچرخیدی. تک چرخ میزدی جلال. باز خندیدی؟ باز خندیدی و چقدر به ما میخندی؟ خواه ما چال چابلینم الان؟ جلال عباس ابراهیم نیست که با یه باغ بشه دنیاشو با هم ریخت. اونجا پاش محکمه ولی تکون دادن شدن باید از خیلی چیزاش بگذره. آقام خدا بیامرز همیشه میگفت صبح که آفتاب گرم نباشه عصرش هم دیگه گرمی نداره. اومدن من اوهام بود. میگفتم بالاخره ما برادریم. اگه گوشت هم بخوریم استخون هم دور نمیرسیم. اما خیال بود. روز خوش به حالت میگی آقای خدا بیامرزم. ما چی بگم؟ هر وقت میخوام حرف از بابام بزنم و کی بزنم و صفتر بگم حاج ابراهیم یا تو که خیالم بود جای بابامی. فعلا که جلال شده جن و باش بسم الله. تا میخوام بگی تکیه کنم آروم میگیرم خلاص. Thank you.
بله. سلام. سلام. خوبی آقا جلال؟ اسماعیلم. عمود. هیچ چیزه. باش آقا اسماعیل. من برای گل شکایت زنگ نزدم. جای گل شکایتم نیست. خب ما چیز بودم، تنظیم بودم، یعنی شما بودی. مظور من اینه که ما نقش بازی کردم، شما بازی کردی دیگه. خلاص. من نقش بازی نکردم. آیا شما نمیدونستی ما کیوم دارم میام خواستگاری؟ چرا میدونستم؟ یعنی بعد فهمیدم. بکنه ما اینا، شما برو خودت نیاری یا باید بگی خب ما این سابقه داره دختر بهش نمیدون بفرما. نه من امیدوار بودم تو بیای و آروم آروم بگم که تو کی هستی و میونه رو بگیرم. حالا که خواستگاری تموم شد رفت. آه باش، شما گفتی اونو باور کرد. من چی باور نکنی؟ من که اجباری ندارم بهت بگم. چرا اتفاقا مجبوری؟ ابراهیم مجبورت کرده اینایی به ما بگی که باغ ما را چنگم در بیر خامم بکنی؟ نه برعکس، داداش ابراهیم گفت بهت زنگ بزن، گفت بهت بگم که از بیمارستان بیاد بیرون قرار محصر باید میذاره. تصادف کرد علیکی. خیالم راحت شد آقا جلال، چون اول فکر میکردم تو آدم صاف و ساده ای هستی که سر لج افتادی، ولی حالا میفهمم که خوب شد نیومدی خونه. آدمی هستی که باغ و میذاری یه کفه ترازو، آدم ها رو میذاری تو اون یکی کفه ترازو. آره همین. خداحافظ. خداحافظ. شرمنده ببخشی مطب شدین. چند وقتی پیداتون نبود؟ بله از صبح کشی داشتم. به سلامتی. این چند وقتی که نبودین هدیه یه ریز گریه میکرد، اینجا رو گذاشته رو سرش. مریضه؟ نه خدا رو شو، بچه ها بهتون عادت میکنن دیگه. اون وعدشی رو عصری که شما بهش میدادی از دست هیچکی نمیگرفت، همه شیشش رو پس میزد. من شرمنده هم کارم دیگه نباید برم دیدنش. برای چی؟ مگه چیزی شده؟ یه مشکلی پیش اومده که فکر نمی‌کنم دیگه هدیه رو به من بدن. چطور مگه؟ حقیقتش همسرم گرفتاری مالی پیدا کرده، بدهکاره. انشالله که درست میشه. کیم که میخوام راجع به آدم ها قضاوت کنم؟ گفتم بذار جلال بیاد، اگه حرفای عمود درست باشه که اون میخواد آزار اون بده که معلوم میشه، میذاریم میره و دیگه پیداش نمیشه. اما اگه واقعا دیگه اگه در کار نیست، ما
معلوم شد قصدش آزار دادن بود که داد. ببین بابا، دلم نمیخواد این موضوع تو دلت بمونه. کدرت کنه بعد این به همه عالم آدم بد میشی. اتفاقا هیچی تو دلم نمونده، حرفامو بهش زدم و خلاص. منم حرفامو بهش زدم. عمود ازم خواست که واسه یه کاری بهش زنگ بزنم، ولی من حرف خودم هم زدم. دلم نمیخواد هم تو هم جلال فکر کنین که من نقش بازی کردم. بابا من به شما دروغ نگفتم. درسته یه چیزایی رو بهتون نگفتم. این اواخر که مزاحمت ایرج زیاد شده بود، سرکله جلال پیدا شد، وایساد جلو ایرج. من به زهرا گفتم، زهرا گفت بگو یکی از فامیلامونه. منم گفتم یکی از فامیلامونه. زندگی واقعا یه بازیه، بازی عجیبی. نه بازی نیست، لحظه به لحظهش حساب کتاب داره. ما نمیفهمیم آخه حساب امرو من چرا باید پس بدم؟ یه جورای بی حساب شدیم. من همه چیزایی رو نگفتم. مادر جلالو تو همون دوران جنگ توی دهی که زیر آتیش بود از تو تنور کشیدن بیرون. همه خانوادهش تو همون آتیش بحثی ها شهید شد. وقتی اون و برادرش از تو تنور اومدن بیرون هیچکی رو نداشتن، حتی یه نفر. من اونا رو سپردم بس ابراهیم. شاید من بیشتر از ابراهیم مسئول باشم. هیچی بی حساب کتاب نیست فاطمه من، هیچی. ما میخوایم از صورت حسابمون دریم. خدا میسره چرا دارم. ولی اینو دلیل نمیشه که جلال بخواد من. اغلب آدم ها اگه نتونن به چیزی که میخوان برسن ترجیح میدن نابودش کنن، بی‌ارزشش کنن. جلال هم وقتی دید نمیتونه به عمو ابراهیم و خانوادش نزدیک شه، ترجیح داد همه چی رو نابود کنه از هر رایی که بشه، حتی به قیمت بازی کردن با زندگی من. ولی اون بازیشو نصف کاره ول کرد، نیومد. مسعود جان، اساسمون اینجا ولوه، نمیای کمک؟ مسعود خوابی؟ بودم، ولی بیدارم کردی. دارم میرم بیرون، چیزی نیاز نداری؟ نه بابا، من بابا بذار بخوایم صبح زود بلند شم برم. نمیخواد صبح زود بیدارشی آقا جون، زودتر از دو ترخیص نمی کن. بیمارستان نمیخوام برم، میخوام برم ساوه ببینم این باقو چی کار میشه کرد. کاری نمیشه کرد، یعنی یه کاری میشد کرد مطمئن باش آقا جون کرده بود. آقا جون که باغ نمیفروشه، داره دختر شوهر میده. خودم برم بلکه بتونم. به آقا جون گفتی؟ باز شروع شد. به عزیز گفتم، اگه مشتری اومد به خودش هم میگم. تو این وضعیت هر جور شده مشتری رو از زیر سنگم شده باید بیرون بکشم. پس من میرم. فقط نری راپورت بدی به آقا جونا. بخواب، شما حالت خوش نیست. چه عجب، بالاخره یکی فهمید ما حالمون خوش نیست. خستم از تو،
قسم از تو، قسم از انتظارت دیگه توی. صبح بخیر. صبح بخیر. چایی غم پهلو. این پنیرمون که تموم نشد هنوز. پنیر نه، عسل نداریم. عسل میگم فردا از اردبیل بیاره. بابا سلام عرض شد. سلام. کجا؟ میرم مدرسه. وایسه خودم میرسونم. نه نه تو برو پیش آقا جون، من خودم میبرم. نه 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 میبرم. نه نمیخواد، خودم میرم. شما برو سر کار دیگه ماما. میخوای یه چند روزی باز استراحت کن؟ نه من که حالم خوبه. به قول ماما دیپلمو که دیگه باید بگیرم. یعنی کنکورم میدی؟ نه دیگه. پس میخوای چی کار کنی؟ نمیدونم. فعلا فقط میدونم چی کار نمیخوام بکنم. خوب این که فعلا میدونی چی کار نمیخوای بکنی خودش یه قدمه دیگه. آره من رفتم، خداحافظ. به سلامت. ماروخ ارزش این سکوت تو میفهمم. اشغال یه بار دیگه بگیر. الو سلام، ببخشین گوشی حضورتون صحبت کنید. الو بابا، بابا مریم جون این کاره نیست که شماره بر من بگی. برو بابا تو هم خوشت میاد. برو بابا هر ساعت یه شماره بر من بگی. من شما قرار نبود داره ترخیص آقا جونم رو بری بیمارستان. الان عزیز زنگ زد یه روز دیگه باید بمونه. برای چی چی؟ شما میدونم دکترش صلاح دونسته. بیمارستان دیگه، رفتنت با خودته، بیرون اومدنت با خودت. مگه ولت میکنم؟ حال شما چه کار داری میکنی؟ برای چی با شفاجو داری برمیری؟ هواگیری میکنم. شما که دیرو هواگیریش کردی، من چند بار شفاج هواگیری میکنم. میشنوی؟ قار و قور میکنه، صدای چکی آب میاد. ای از بیکاری حوصله سر رفته ها، بلنش به درو یه ذره روغن بزن. باز بستش که میکنی صدای در قلعه سرامیز میده. کجاش صدا میده؟ شما صدای چکی و شفاجو رو میشنفی، ولی صدای به این نخراشیدگی درو نمیشنفی؟ ای بابا
الان مشکلت چیه مریم خانم؟ منم یا اون در؟ از بیکاری درمونده ای. کلافه شدی ناصر، قبول بکن. وقتی تو خونم فکرم بیشتر مشغوله. چشم به این شوفاجه. ولی فکرم هزار جاست. آقا جون، عزیز جون، مسعود، آرش، الهه، میگم نمیشه یه خورده پول ما بذاریم، یه خورده بقیه بذارن، دست به دست هم بدیم، مشکل مسعود حل بشه. ما هم گفتیم اما آقا جون قبول نکرد، گفت این دفعه دیگه نباید مشکل مسعود هیئتی حل بشه. خب یعنی چی؟ بره بیفته زندون؟ آقا جون میگه هر بار نذاشتیم آب تو دل مسعود تکون بخوره، این بار باید پاشو بخوره. مای بدهی به او گندگی، حبسش یه رو دو روزه. میدونم آقا جون میگه کار به اونجا برسه، مسعود عبرتشو بگیره، یه فکری بالاخره براش میکنیم. نمیدونم والا چی بگم. برادرمه، تحملش برای منم ساده نیست، ولی انگار لازمه. خدا به خیر بگذرونه. آقای خدمت شما، اونو شما نمیخواد؟ نه البته خوده بونگاییه نبودا. خب ولی شاگردش میگفت یکی دو روز پیش یه مشتری پیدا شده بوده، آقا جون ما جوابش کرده. من نمیدونم حال و روز منو میبینه ولی باز دل و دستش برای فروش نمیره. خداش من هم بودم مال ما مفت نمیدادم بره. نمیدادی؟ نمیدادم دیگه. حتی اگه بچت پای زندان بود؟ اگه قرار باشه سر مشکلات تو زار و زندگیشو بفروشه که تا حالا باید همشو یه جا برکت میفروخ میرفت. چرا داری پرت و پلا میگی؟ سر اون قضیه ماشم که خودم قرض و قولار دادم، بابام داد، خودم تا قرون آخر دادم. من حرفم اینه، منم مثل بقیه سهمی اون باغ دارم، همین. بابا تو جامعه نیستی یا؟ بچهای مردم هیچ مشکلی ندارن، سلامت، پررو پررو ظلم میزنن تو چش پدراشون، میگن ارث و میراث ما رو بده. بعدم بابا آقا من نخواستم باغ بفروشم که، خودش نیتشو داشت بفروشه. حالا این چه ریختیه؟ مگه رفتی تو باغ بیل زدی؟ من اگه بیل زدم بودم که بابا هیچی تو را پنچر کردیم. این روزا حال روزمون اینه دیگه، بدبختی بیاد از هر طرف میاد. یعنی الان یه هواپیما تو آفریقا بخواد سقوط کنه، با تتوپت و هتوپت و سوختگیری میکنه، یه جوری خودش رو میرسونه، قشنگ میاد فرو میره تو حلقه بنده. ای مسعود، تو که کاروبار درستابی نداری، به یه مدت برو تو زندان، بگن آبش خنکه، هیچ غذاش هم خوبه. تو وقت بهتر از این پیدا نکردی برای نمک ریختن؟ ببین داداش، من یاد گرفتم به بدبختیام بخندم. آره حق داری، بدبختیات هم روز به روز داره بیشتر میشه، ارتقا پیدا میکنه، مغازت بزرگتر میشه. داداش من اینجا رو شرایطی برداشتم و تو خیال میکنی من اگه داشتم من تو دریق میکردم؟ او میدونم تو که به ما رسیده، شوخی کردم با تو. او اصلا رفیق یه چیز دیگه است، بدبختی من خونوادمه که اصلا به رو خودشون نمیارن. اونام اگه داشتن میدادن، ندارن که. ناصر که داشت و نکرد، پولش قلمبه گذاشته تو بانک، اصلا به رو خودش هم نیاورد. توقع داری با این همه بدبختی این مرد همه دار و ندارش دو دستی بده به تو برداری بری؟ ببخشید حق با شماست، حق با شما. اصلا من از هیچ کس هیچ چی نمیخوام. آها این شد، زدی وسط خار. حالا بیا قضیتون بخور. ولی حقم از باغ میخوام، یعنی انقدر میرم میام تا مشتری پیدا کنم. ببین بدبختی من میدونی چیه؟ انقدر خوردم زمین برای همه عادی شده، برای خانواده‌ام بیشتر. الان اگه مشکل منو سعید، ناصر، منصور یک کدومشون داشتن، همه همت میکردن زمین و زمانو به هم میدوختن که کار درست کنن، ولی من براشون عادی شدم. حق دارم. تو درست میگی والا، اگه یه سنگیزه به زیر پای سعید گیریم. میگم اگه نمیخوای بیای یکی رو بیارم جات. نمیتونم هر روز پول پیک بدم برا غذا،
گرون در میاد. آخال بگوی کی بیاد. آخو نه باغدار شدی دیگه، آرت میاد قضا ببری مرومبر. نقلی حرفانی خاله، خالش ما که میگم پول مفت شکم فولادی میخواد، آدم یاقی میشه، دین و ایمونشم به در میره. تو نمیگی خاله؟ ها؟ تو نمیگی پول مفت؟ به پیر، به پیغمبر، به سید عباس، بر وا خاک مومان، به جون خودت، ای باغ، ای پول، حق همه مونه. چرا هیچ کدومی تو نمیفهمی؟ حجابه، چه کار او زبون مسته داری؟ اکا خواه میخوام آزادش کنم. واقعا؟ نمیخوام مثل ما تو قفس باشه. خب جوری سکته میکنم، با قفسش ببر. جابر کار دیگه که نمیخوای بکنی؟ میخوای تونم بیا؟ نه برو. زبر خاله بالاخره فهمید حبس چه دردی داره. خلاص غذاتو بخور. کوف بخورم، اشتهام رفت دیگه. رانا، رانای عزیزم، اومدم دیدمت، اما از دور، همونطور که خودت خواسته بودی. حق با تو بود، تو از ما دور شدی، باید صبر کنیم تا دوباره خودت نزدیک شی. رانا جان، من یه اون معمار خونه های مردم بودم، واسه خونه هاشون نقشه می کشیدم، اما از خونه خودم غافل بودم. ولی گذشته دیگه، میدونم الان به خودت میگی گذشته هیچ وقت نمیگذره، مادرت هیچ وقت زنده نمیشه. ولی رانا، اگه تو خودتو تو مرگ مادرت مقصر میدونی، منم باید بدونم. اگه اون روز لعنتی، همون روز که داشت میومد دنبالت، قبلش اون جر و بحث سنگین رو نمی کردیم، شاید آرومتر بود. شاید آرومتر بود و تصادف نمی کرد. نگو شما دوتا هیچ وقت دعواتون نمی شد. چرا؟ می شد. فقط نمی زشتیم شماها بفهمید. رانا فرصت کمه. برای با هم بودن، خوشبخت بودن، باید قدر هر لحظه‌شو بدونی. راستی یه خبر خوب، آوا خیال داره ازدواج کنه با برادر همون خانم خاکپور که تو مرکز مددکاری دیدیش. زمین گره رانا. این تنها قانون علمیه که آدم‌ها هر روز نخواسته اثباتش میکنن. تو هم به این فکر کن که درباره پرهام میخوای چه تصمیمی بگیری. رانا، معماری خونه های قدیمی چقدر خوب بود، برای همه جا داشت. میخوام دوباره خونمونو از نو طراحی کنم، جوری که برای هممون توش جا باشه. چه ساندویچ کتلت خوشمزه ای بود. آخه چقدر بهم چسبید. اصلا راضی نبودم از کار و زندگیت بذاری بر من قضا درست کنی. چه حرفی عزیز جون، همیشه شما درست میکنی، یه دفعه هم من پختم. چند روزه میخوام یه چیزی بهت بگم، اینو به ابراهیمم نگفتم. فکر نکنی برای دلداری تو میخوام بگم، فقط چند روزه که جلالو میشناسم، اما انگار یه عمره که میشناسمش.
همه کاراش اینه مسعوده، خیلی شبیه همه. وقتی یه چیزی میخوان سر اصل مطلب نمیرن، خودشونو به در و دیوار میزنن. خب برادرن دیگه. و یه کسی از بیرون به مسعود نگاه کنه، فکر میکنه یه روده یه راست تو شکمش نیست. ولی من میدونم که ذاتش پاک پاک. کاش میشد چشامونو وا کنیم ببینیم همه این ماجراها تموم شده. قشنگه نه؟ آه قشنگه. بد جوری به وسایلش وابستگی داره. ای ما میمردم اینجوری برای ما عزاداری نمیگرفت که برای توتی گرفته. لب قضا نزد و یه راست رفت بالا خوابید. منم همین حالو داشتم وقتی زردو رفت، یادته؟ آها یادم. همش حرص میخوردم میگفتم چرا اینقدر دلت با او پرندن. اما هیچ وقت اینو بهم نگفتی. خب هیچ زنی اینو نمیگه. باز فاطمه رو میدیدی، به خون جلال تشنه بود. اگر با ما نداشتشی هیچ میلی، چرا از حرف مرا بشکست لیلی؟ ما که میگم تمام این شور و حال فاطمه فقط برای که دل به جلال داده. جلالم همینه، حرفای فاطمه بدجور به همش ریخته، برونه میاره، اما انگاری با خودش سر جنگ داره. همش میره تو فکر، تن به کار نمیده. یه چی بهش بگو. من اومدم یه چیزی به تو بگم. من تا چند روز دیگه باید برم سفر دنبال عباس. میخوام حسابمو باهاش صاف بکنم. نگران نشو، با خودش هیچ کاری ندارم. فقط کاری رو که با هم کرده میخوام تلافی کنم، همین. راستشو بگو یونس، میخوای چیکار کنی؟ اون برادری رو زیر پا گذاشت، تهمتی رو که به هم زدن باور کرد. منم میخوام همین کارو باش بکنم. که چه؟ او سرداره. یعنی تو هم میخوای بهش تهمت بزنی؟ با یه سری فیلم و عکس قراره برم اون ور آب، رو کنم که دستش تو کار خلافه. دیگه بیشتر نپرس. گفتی میخوای حالیش کنی که زندگیت حروم کرده، که گفتی حالا خودت میخوای زندگی خودت حروم کنی؟ تو قول ندادی که میریم اون برای آب زندگی میکنیم؟ نگفتی که بعد این همه مدت به هم رسیدیم میخوای زندگی آرومی داشته باشی؟ به تمام این حرفا باد هوا بود؟ ما که بچه نیستم، خوب میدونم که این کارا تش پیدانی. هیچی نمیشه محبوب، هیچی. من میرم، رسیدم اون ور آب خبرت میکنم. حداقل اون موقع به هم راستشو میگفتی، میگفتی آوارم کجا ببرمت. اما حالا پا گذاشتی بالا، الکی میگی وایسا تا خبرت کنم بیای. تو که دلت پی کینه ی عباس بود، برای چی دنبال ما اومدی؟ ما که داشتم زندگیمو میکردم، اومدی دلمو تکون دادی. فهم
فهمیدم هنوز زندم. ما چند بار باز بمیرم یونس؟ چند بار؟ هیچ اتفاق نمیفته محبوب، باور کن. آروم بگیر تو همه چی برات تعریف کنم. گفتی با تو نکشتم، ما باورت کردم. گفتی با برم، باورت کردم. گفتی اوجا جای تو نیست، نمیتونم ببرمت، باورت کردم. بعد این همه مدت اومدی به هم گفتی میخوای با هم زندگی کنی، بازم باورت کردم. اما تو یه چیه ما باور نکردی یونس. بعد رفتنت ما مردم. پوستش رفت، نه ترس، نمیجه دو گلوت، حلاله بخور. با رفیقم تو بوداپست صحبت کردم. خب یه وکالتنامه رسمی بهش دادم، تو کافی شاپم اونجا بفروش، پولش بفرست برای تو. یه الان وصیته؟ ما نیستم. وصیت کدومه؟ من محبوبو میخوام بسپارم به تو که راهیش کنی. مام خرم، ایچی حالیم نیست. اگه قرار خاله محبوب بیاد او وره آب وره دل خودت، خوش کاریه، خود هستی دیگه، برو پول بگیر. جلال، آدم باید حساب احتمالاتو بکنه. شاید دستگیرم کردن، اون وقت معلوم نیست که آزادم کنن. پول امیر رو هوا. محبوب زنمه، دلم نمیخواد سرگردونو بی پول بمونه. او غذا خوری که هست؟ بی پول نیست که خاله. دیگه نیست، اونو دادش به جابر، باج بهش داد که منو لو نده. ای وای یعنی هیچی به ما نمیگی؟ خب به ما میگفتی، ما تنظیمش میکردم، از تو حلقومش میآوردم بیرون، تنظیمش میکردم. مردی که نامرد مفنگیه. ببین جلال، محبوب با میل و رغبت این کارو کرد. جابر برادرشه، غریبه که نیست. اونجا برم خودش کل بدبختی داره. آخ که قلبم گره یونسا، یعنی دارم آتیش میگیرم سر خاله. منم دلم برای شما میسوزه. تا که جای پسر نداشتمی، اونم محبوب. جلال جانو، دلم گرفته، یه دهم برام بخون. فلام کامو وای سرمو خوردی گوست در خسخس چی بخون؟ من که میدونم صدای خوبی داری، بخون. باش، ما که یه همون یونس بیشتر نداره. نارد زیادون آن لحظوانی که با تو بودم، آتش عشق تو دامنی زد به تار و پودم.
زبانی که با تو بودم آتش عشق تو دامنی زد سوزان وجودم بسه دامو جلال خیلی سینه سوخته ای خیلی حالا رغم اون قیافت بچه دلپاکی هستی چی شو؟ کدوم قیافه منظور سیبیلا من؟ اگه منظور سیبیلا من سیبیلا خود که پورتر هم که لارق بی قیافه؟ چیزی قیافه؟ دیو ما؟ بلا اینجوری بوی؟ بخون سیبی بخون حلاله به قیافه منم گیر نده لارق مو قیافه چی قیافه قیافه چیشه؟ الو سلام های هرگو حافظی هم از بونگا زنگ میزنم ساور کجایی برادر چرا جمع تلفن نمیدی؟ چند دقیقه پیش مسعود پسر آقای خاکپور اینجا نشسته بود آه؟ میگفت باید تماس بگیرم بیای هر کاری کردم نتونستم بگیرمت میگه اونو میخواه بفروشه آره چرا نفروشه؟ این آقا مسعود میگفت باید راه میاد با مال حاجی هم پسرش چیکار هست؟ حاجی پول لازمه میگفت قیمت رو قطعی بکنین بازم با باباش صحبت میکنه رازیش میکنه خب اگه الان اومده پای معامله حاجی کجا؟ بیمارستانه تصادف کرده امروز مرخص میشه شما بلند شو بیا خیلی دور نشده زنگ میزنم سریع برگرده امروز پیسلش بدیم بره دیگه بایید ما امروز نمیرسم یه کار واجبی دارم برای فردا برای فردا قرار بذار باش میام حتما میام امروزم اومده بودی اینجا آره خب میام باشه ممنونم خداحافظ ما میخواستم مثل آدم با اتاق کنم ابراهیم آخرهای تنظیمت بود خرابش کردی حالا ببین چه جوری تنظیمت بکنم سلام سعید جان الو سلام آقا سید خوبی؟ ممنون شکر امروز کارام یه کمی طول کشید نرسیدم برم بیمارستان آقا جون چطوره؟ ای بهتره ولی باز مرخصش نکردم میگن قلبش تحت نظر باشه بهتره شما الان بیمارستانی؟ بله مسعود کجاست؟ باید خونه باشه کارش شده خواب آقا سید من که داشتم میومدم بیمارستان هنوز خواب چطور؟ کارش دارم قرار بود چیزی رو که بهتون گفتم به روش نیاریم صد تا مشتری هم برای اون باغ پیدا کنه به من ربطی نداره من میخوام در مورد زهرا و بدهیش زندگیشون باش حرف بزنم بالاخره باید بفهمیم که میخواد چیکار کنه اون نمیخواد کسی بهش حرفی بزنه واسه همین از همه در میره دیگه خب ما میریم سراغش منصور و ناصرم اونجا منصور آرش رو برد فیزیوتراپی ولی داداش ناصر اینجاست حاج اسماعیل چی؟ اینجان ولی عمو بعد کافی حسابش خورده سعید جان پدر زهراست و باید تو جریان زندگی دخترش باشه من میرم خونه منتظر میشم تا شما هم برسین باشه ولی بعید نتیجه داشته باشه حالا بریم ببینیم چی پیش میاد فعلا خدافظ سلام سردار ممنون من تا 2-3 ساعت دیگه برمیگردم بله در خدمت
سلام حسین. سلام حسین. عفوا شما چرا نرفتین تو؟ خیلی زنگ زدم انگار کسی نیست. شرمنده. من داشتم میرفتم خواب بودم. مثل که هنوز خوابه. بفرم. بفرم دفت. خواهش بود. خونه نیست. بی خودی گناهشو شستم. آخه امروز یه جوری خوابیده بود. فکرم تا عصر بیدار نمیشه. عباس حق این بود که من دو کلون باش حرف میزدم. خیال نکن کوتاهی کردم. فقط نخواستم تو این شرایط فکر کنی که من دارم سنگ زهرا رو به سینه میزنم. اما لحظات شما رو خوب میدونم. برای همینم خواستم که همه با هم باهاش صحبت بکنیم. یه وقت فکر نکنه که فقط نقل زهراست. فعلا پولشو گذاشتم بانک تا ببینیم چی میشه. کار جوهره مرده. سن و سالی تو نداری، همون که میخوای بشینی تو خونه. آره بابا میدونم، خودم هم همچین تو خونه نمیتونم بند بشم. بالاخره امور زندگیمو دارم باش میگذرم دیگه. داخل بمونی خونه همش پای با زنده داشت یکی به دو. راست میگه. همینه دیگه باید. اینه عزیز آقا جون. به چای دم کردنشم کار دارم. همینه دیگه. آره آدم که باز نشست میشه میگن بازن نشست. حتما محسود کلید نبارد تو خونه و قرب. همیشه کلید نمیبره. خوب ما هست همیشه کلیدشو جا میزه. ولی اجازه بدیم که حاج اسماعیل صحبت کنه. یهو فکر نکنی که مثلا لشکرکشی اتفاق افتاده. آخه خود مسعود دیگه لشکره. یالا یالا
سلام. یالا. سلام، ما جلالم. پسر ابراهیم برادر شما. واقعی واقعی. آقا سردار چرا ساکتی؟ حرف بزن. خب بگو ما کیو. آقا سید این چی داره میگه؟ جلال کیه؟ بفرما بشین آقا جلال. یکی بگه اینجا چه خبره؟ یه دقیقه آروم باشی. نه الان میگم. چی آروم باشی مامو جان؟ این چی داره میگه؟ اینقدر دلم میخواست حاج ابراهیم اینجا بود، تماشا میکرد وقتی دارم اینایی بهتون میگم. عمو جان این چی داره میگه؟ اینا اگه حرف بزن بودن که زده بودن. ما پسر ابراهیمم، پسر حوریه. حوریه کیه؟ ابراهیم کدومه؟ صبر کنین بی بشین آقا جلال، بعد موقع اومدی. حالا حاج ابراهیم هیچ خوب نیست، اما حالا که اومدی بمون حرف میزنی. به جای من میون شما بود که بابام هاشام نمیکرد. سردار چیه؟ چرا بهشون نگفتی؟ چرا هیچی نمیگی؟ چی چیو میگفت؟ این مزخرفات چی گله هم میکنی؟ تو کی هستی؟ این کیه؟ حوریه کیه؟ آقا جون ما یه زن دیگه داره. نگران شو، نترس، نترس. مادر ما جای هیچ کسی تنگ نکرد. مرد. بابا دقش داد. کشتش. شما میدونستین آقا جون یه زن دیگه داره؟ ها؟ اول همه هم عمو جان میدونستن. اصلا باعث و بانی ازدواج اخویش با مادر ما عمو جان بودن. همین خو قایم موشک بازی خاک بورا و این سردار و اسوه اخلاق خاکی. آقا سید شما میدونستی؟ مربوط به آقا جون بود. من حق نداشتم حرفی بزنم. بله، چهار تا پسر آجی قد دومادش محرم نبودن. منم نمیدونستم. اون سفر که رفتم جونو پیش آقا جون فهمیدم. اصلا مهم نیست عباس آقا کی کجا، قرار مهم اینه که شما میدونستین. این حرف خانواده ما بود که شما پیش خودت نگه داشتی. چتونه؟ چرا یقه عباس رو گرفتی؟ محسود یه مش پول به باد داد، هزار جور کاری براش خوندی. اولیش همون آقا جون تو روش فایستاد، گفت تو پسر من نیستی. و خودش منم که از بیخوبان منکر شد، هم منو هم مادرم. تو یکی ساکت؟ تو بس که خیلی تنظیمی ها. فکری مادر خود عقدی بوده؟ مادر ما سیغه؟ عقنامش با هم انشورت میدم. درست صحبت کن آقا جلال. تو یکی از درست غلط حرف زدن برای من نگو. تو خودت معلوم هست چه خبره برات. پروندت و خیم اساسی خوبه والا، خوبه والا. آب گشته چالش پیدا کرده. همینه دیگه دوماد عزیز کرده حاج ابراهیمی. کپ خودشی، کپ خودش. آقا برادر سرمور گنده زنده شد، برادر تنیشو منکر میشه. شما حرف خودتو بزن، با زندگی من کاری نداشته باشی. چطور تو با زندگی ما کار داشته باشی؟ هره بره پدرزنت برای ما پیغام بیاری، پس کام بیاری. شما مهلت بده حرف میزنیم. تو به یونس مهلت دادی؟ تو برادرت مهلت دادی اصلا حرف بزنه؟ برادر بدبختت از اون کله دنیا کشید اومد که با تو حرف بزنه. که تو چیکار کنی؟ شما چرا اینجوری؟ چرا باید همه خودشونو به شما ثابت بکنن؟ که چی؟ فکر کنی آسمون پاره شده فقط شما افتادی پایین؟ ها؟ من نباید بگم پسر ابراهیمم که آدم خوبی باشه؟ که چی؟ شما هیچی نیستین. هیچی نیستین. فقط سر یه سری دروغ دور هم جمع شده. چی داری میگی مزخرفات؟ بلکن. آروم باش داداش. بابای ما رفته یه زن دیگه گرفته. تو چرا میخوای یقه اونو بگیری؟ ناصر جان، آقا جون گذاشته بود توی فرصت مناسب همه ماجرا رو بهتون بگه. کی؟ ها؟ بعد 30 سال که پنهونش کرد؟ آقا جون خودش تا همین اواخر از وجود جلال بیخبر بود. ها تو که خبر داشتی یونسی در کار چیکار کردی ها؟ آقا جلال شما حتی درباره زندگی حاج ابراهیم اونقدر نمیدونی که اظهار نظر کنی، چه برسه به زندگی من که اصلا هیچ چیز دربارش نمیدونی. واسه سردار واسه ما از زندگی حاج ابراهیم فقط یه چی میدونم، نامردی. ولی بد نیست شما از زندگی ما بدونین. پسر ابراهیم بودن افتخار نداره که ما براش اومده باشم. با واسه حقم اومدم، حق 35 سالمون اومدم. گداییم نیومدم، ولی همون باری که اومدم خدمت شما و شما به تو گفته بودم. طبقی سنت اون باغ مال منه، مهریه مادرم بوده. حالا میرسه به ما.
پس با حاج ابراهیم بگی اگه بره تو خط فروش باغ و از این مسخره بازی ها یه جوری میکشونمش دادگاه، یه جوری تنظیمش میکنم که تو خوابم ندیده باشه. تو کی هستی که واسه ما خطنشو میکشی ها؟ ما اسمم جلاله، پسر پدرتون، ولی خب فامیلیم چی دیگه. بی خودی تیری به جنگ و دعوا برا ما بر ندار. ما نصف عمرم تو دعوا خاک و خون گذشته، نصف دیگهشم تو زندان. داد و بیدادات رو نگر دست کارگرات، سر برادرهای دیگهت. ما پرم، گوشم پر داد و بیداده، داد و بیداد صفدر، پدر راتمیم، بچه مدرسه یا هم شاگردی ها، معلمام، همه. اگه حاج ابراهیم بلا سرمون مونده بود، اگه نامردی نکرده بود، مادرمو ول نکرده بود، روزگار ما اینه بود. آرزومون نبود یه کفش پاره داشته باشم، کفش کشتی که برام رو دوشک کشتی بگیرم. آرزوم نبود یه مسخال پول تو جیبی داشته باشم که مسیر روستا تا مدرسه رو که 10 کیلومتر بود هر روز پیاده نرم، که خجالت نکشم به مومان بخوم، که جیگرش رو نسوزونم. نگفتم و هر روز پیاده رفتم، با پای زخم زیری درد کشیدم، معلم ها هزار جور به خاطر دیر رسیدنم کتکم زدم. نگفتم چون مادرم هم تو جهنم بود. چی میگفتم بی بابا، چی میگفتم؟ آره داداش، ما اینجوری بزرگ شدم. تو چجوری بزرگ شدی به ما دخلی نداره، نازش هست در جور بزرگ شدی. ما که بخیل نیستم، شما هم تقصیری ندارین، ولی ما حاجیتون تقصیر داره. از زندان که آزاد شدم، تو ماشین چشم دو دو میزه تو دهنش، بگی میبرم تو خونه. نگفت، منو نخواست، میدونست کسی رو ندارم، نخواست. میدونست تو این شهر گل گشاد قریبم، نخواست. اومدم خواستگاری دختر شما که تو تش برم، که تک تک تو بچزونم، ولی نتونست. نشد این حساب مرده، نزاشت دلم. ابراهیم رو چزونده، میچزونمش. بهش بگین اون پسرش نفرسته باسه سسود فروختن باغ، و الا سسوده بلدم چجوری تنظیمش بکنم. خلاص، خلاص. انصاف نبود. آقا جون 5 تا بچه دیگه هم داره. به هر حال ارث مادرشه، حقشه. خیال کنین جبران این همه سال پدری که در حقش نکرده. من هیچ وقت چشم باشی به اون باغ نداشتم، ولی تقاص پدر ندیدن این آقا جلالو که نباد مسعود ما بده که گرفتاره بنده خدا. این آقا ولی حرفش حق بود، خانواده ما همه چی از هم پنهون میکنه. تعجب میکنم چرا عباس آقا داشتن برادرش رو پنهان کرد. اون که مثل بچه شما بود، شما روی این آدم قسم میخوردین. منم مثل شما تازه فهمیدم. من فکر میکردم برادرش به رحمت خدا رفته، اما عباس رو خوب میشناسم. عباس آدمی نیست که برای خراب کردن کسی حرفی بزنه، کاری بکنه. اگه تا الان چیزی نگفته، حتما این بیشترین کاری بوده که میتونسته بکنه. این وسط این جلال چجوری از برادر آقا سید خبردار شد؟ زمین گرده انگار. از عباس آقا بعیده، چرا دورو گفت؟ برادر چیزیه که بشه پنهانش کرد؟ باید به همه خبر بدیم الان که دور از جون آقا جون یه سکته دیگه بزنه. من میگم بریم بیمارستان، بقیه هم خبر کنیم بیام. باید همه این حرفا رو از زبون آقای ابراهیم و مونس خانم بشنفن، نه من و شما. حق اینه.
رانا رانا دیدی اینقدر ترد میل میکردی؟ بفرما. آخه خیال میکردم ترد میل داشته باشم میشم قهرمان دو. واقعا میتونستی بشی. آره فقط همیشه دیر رسیدم. حالا این 90 ساله ها حرف نزن، هنوزم دیر نشده. بیا تو بابا شامو نیورده میزو بچینی. حالا روز اول منو مهمون حساب کن، خودت بچین تا دفعه های بعدی. اختیار داری حساب خونه تمام نفرمایی. خیلی خوب بزینه بزنم تو اتاق الان میام. نمیتونی در بری که میام بات. فکر میکردم همه وسایلمو دور ریخته باشی. مگه میشه؟ همه رو برات نگه داشت. آخه کتابا همه چیزم که نگه داشت. قولیرم که نگه داشتی. هر وقت میمدم ایران دلم برای تنگ میشد میمدم تو اتاقت. آب اون دو شکر یادت میاد؟ روز اول که برام خریده بودنش روش جوهر ریختم انقدر جیغ زدم که مامان بابا مجبور شدن دو شکت رو به دو شک من عوض کنم. بله یادمه، منم از حرصم انقدر با مداد زدم روش که پاره شد. چته؟ هیچی، امروز یه بابا از من پرسید نهار چی میخورم یه ها موندم. خیلی وقت بود کسی ازم نپرسیده بود چی دوست دارم. شما نمیگفتی اما میفهمیدیم کباب سفارش میدی مثل همیشه. مثل همیشه آبا چقدر خوبه آدم زیر سقفی باشه که احساس کنه آدم های دورو برش واقعا دوستش دارم. ما همیشه دوستت داریم. بودو بودو تنبل بودو فرار نکن. باید مسعود از اتاق می آوردیش بیرون. داداش ابراهیم دیگه از نفس افتاده. حال مسعود بدتره، همون جان باید بذاریم حرفشو بزنه خالی بشه. بابا شما چی میخواییم بشنفیم؟ از زبون من مونس خانوم داداش ابراهیم شنفتیم ولی باز بله میکنی؟ عمو جان شما خودتو بذار جای ما. یه نفر از گرد را میرسه میگه من داداشتونم، دندتونم نرم، باید دار و ندارتونو بدین به من. تازه عزیز خبر نداشت که باغ مهریه اون زن است. اون زنه چیه؟ پوری خانوم. بله عمو جان شما حال ما رو نمیفهمین. دیدین تو بیمارستان چجوری با آقا جون نگاه میکردن؟ انگار جن زده شده بودم. بابا من خجالت کشیدم پیش زن داداشام و بچه‌هاشون و همه. به جای اینکه جن زده بشین حال پدرتون رو بفهمین. نمیفهمین یعنی نمیخواین بفهمین. خداحافظ. مامان کلی از اصلا دلخوره که چرا ماجرای آقا جون و حوری خانم و جلال رو بهش نگفتم. خب آره زنته ازت انتظار داشتم ولی تو هم که نمیتونستی بگی چون قول داده بودی. ولی به من که میتونستی بگی؟ شما که خودتون از همه چی اطلاع داشتین، مگه شما شاهد عقد آقا جون و حوری خانم نبودی؟ حرف من داستان یونسه، برادرت. برای من خیلی عجیبه عباس، تو هیچ وقت هیچی از من پنهون نکردی. شما هیچ وقت از من سوالی نکردید که نخواسته باشم بهتون بگم. برای همینم این وقت شب اومدم، چون حس کردم برای اولین بار یه باری رو دوشت داره سنگینی میکنه. اگه نه عمرا نمیپرسیدم. دلم نمیخواد به صداقت من شک کنین. من به شما هیچ دروغی نگفتم، به هیچ کس دروغی نگفتم. من واقعا فکر میکردم که یونس مرده. یونس همین تازگی ها پیدا شد، تازه فهمیدم که زنده است. ولی واقعا
برای من همون یونس مرده به حساب میاد. عباس، اگه کدورتی هست و چیزی که من میتونم تو حلش کمکی بکنم به هم بگو. اگرم بخوای میتونم برم باش حرف بزنم. ببین اگه داستان حوریه و جلال و داداش ابراهیم گفته بود مسئله انقدر پیچیده نمیشد، خانوادم انقدر صدمه نمیدیدن. اگه گفتنی هست بس بهتره هر چه زودتر بگی. نمیدونم چطوری باید بگم. یونس برای من دو وجه داره. از یه طرف برادرمه، از یه طرف دیگم وقتی بهش فکر میکنم ذهنم به هم میریزه. نمیخواد بگی تا وقتی برای خودت یه طرفه بشه. دیر وقته، تو هم خسته ای، برو بگی بخواب. صبح هم که میخوای بری ماموریت، کجا میری؟ مرز. تو هیچ وقت آروم نمیگیری. چی میخونی؟ تأثیر هورمون رشد دام و طیور. من همیشه به تو حسودی میشد. به خاطر عزیز آقا جون. تو خونه ما همیشه اینطوری بود که یا باید فرمانده باشی یا فرمانبر. خب طبیعتاً هیچ کس دلش نمیخواد فرمانبر باشه. قصه خونه ما اینطوری بود. ولی حکایت آقا جون عزیز خیلی فرق میکنه. جلال که پیدا شد من گفتم دیگه تقش در اومد. بعد دیدم نه. وقتی عزیز همه چیز رو واسم تعریف کرد من متوجه شدم که مهم اینه که خانواده همه چیزش زندگیش محکم باشه. بیعیب و نقص نباشه، چون هیچ چیزی واقعا بیعیب و نقص نیست. حال برای چی اینجا نشستی؟ پاش بشین رو مبل. مرد حسابی یک کلمه حرف بزن، دق میکنی ها؟ ناصر نگاه بکن، بچه که نیستیم، همه چیشو نفتیم دیگه. هیچ جای هیچ دلخوری از آقا جون و عزیز و هیچ کی دیگه نیست. خودم دلخورم. از خودت برای چی؟ وقتی که یادمه همیشه میخواستم شبیه آقا جون باشم. بچه بودم تو حیات پشتش کز میکردم و را رفتنش رو تقلید میکردم. درس نخوندم چون آقا جونم درس نخوند. از بچگی شروع به کار کردم چون آقا جونم واسه خاطر داداشش درس رو ول کرد و چسبید به کار. خیال میکردم هر کاری آقا جونم میکنه درست. بچه دار که شدیم میخواستم این آقا جونم پدری کنم. گفتم با خانوادم رو راست باشم، با همه، با زن، با بچه هم. اگه توندم خب توندم دیگه، نباید قایمش کنم.
خیال میکردم اگه بچه‌هامو مثل آقا جونم بزرگ کنم همه چی ردیفه. انگار خودمو فراموش کرده بودم. میخواستم شبیه کسی باشم که حالا که طوری نشد. حالا خب این حق ماها بود که بدونیم دیگه، چطور برای کار کردن بچه نبودم، برای دونستن این چیزا بچه بودم. من لازر دیگه همه چی تموم شد رفته. با این فکرها فقط خودت عذاب میدی، هیچی دیگه عوض نمیشه. آره ولی انگار مثل تریلیه رو خاطراتمون رد شد و رفت. حرفتو بزن دیگه مسعود، چی میخوای بگی؟ تو چته؟ من باید این ریختی باشم؟ همش دلشوره داری یا؟ بله دلشوره دارم جان. هر وقت بهم میگی بریم رستوران یه خرابکاری کردی یا قراره بکنی. دست درد نکنه. ولی دیگه خیالت راحت، یکی اومده رو دست من پا شده. این خرابکاری جدیده هم نمونه کارشه، گاراژ جدیدمون جلالو میگم. حداقل کار اون قانونیه. خوبه؟ هر شب ممکنه ما خیلی خوشمون نیاد. واقعا خوبه. نیومده وکیل رسمی هم پیدا کرد. تو تبال یزیدی علمدار حسین؟ چون که طرفدار من باشی داری طرف اونو میگیری؟ مگه جنگه؟ بدتر از جنگه. تو مثل که حالید نیست، تو شوکی نمیدونی چه بلایی سرمون اومده ها؟ اصلا بخواه آبروریزی کنی میرم ها؟ آره راست میگی، صدای بلند من آبروریزیه ولی زندان افتادنم نیست. خب تو خودت کردی که. آره راست میگی، خودم کردم که لعنت بر خودم بود. حالا ولش کن، گذشته و گذشته. الان گوش کن ببین چی میگم. ببین ما الان نمیتونیم دست رو دست بذاریم، بالاخره باید یه کاری بکنیم دیگه. قبول داری؟ آره ولی دیگه الان حتی اگه آقا جون بخوادم نمیتونه کاری کنه. اصلا آقا جون باق و جلال دیگه با اونا کاری ندارم. اونا برای من فینیش دی اند. من زندگی خودمو دارم میگم. یعنی باید چی کار کنی؟ خب ببین ما الان دو موقعیت داریم. یه موقعیتش که اصلا به دردمون نمیخوره چون من پولی نمیتونم جور کنم. یه موقعیتش هم اینه که نمیتونم صبر کنم بیام بگیرنم، حداقل به خاطر تو، به خاطر خانوادمون. پس یه راه بیشتر نمیمونه، این که بذارم برم از ایران. داری میخوای فرار کنی؟ نمیخوام، مجبورم. توقع نداری که باقی عمرمو بیافتم تو زندان کار دستی درست کنم. مطمئن باش ممنوع خروجت کرده. میدونم میدونم، من قانونم برام فینیش. قاچاقی میرم. شوخیت گرفته؟ آفرین، فهمیدی. آره دوری مخفیه. بچه خانمم فهمید، بیایم بیرون. شوخیه چی؟ این همه عزیز و آقا جون توضیح دادن همش باد هوا؟ از کجا معلوم راست میگن؟ وای مسعود واقعا که تو واقعا که نداره بابا، یه ذره منطقی باش. شده من ازشون یه چیزی بخوام سر راست ازم قبول کنن؟ زهرا خانم اعتماد یه چیز دو طرفه است، ولی الان دیگه برام مهم نیست. یعنی راست و دروغش برام فرقی نداره. من فکری خودمم. من تو میپرسم با من میای؟ کجا میخوایم بریم؟ آره یه جایی میریم دیگه، هم ترکیه. ولی منظور من جاش نیست، میگم با این بی پولی کجا. تو آخه ببین الان تو داری میگی کجا، منظور جاش بود، من گفتم ترکیه. بی پولی رو اگه میگی عیب نداره، میرم اونجا کار میکنم. هر کاری حتی بابا تو مملکت خودمون، تو کسر شهرت میدونستی بخوای تو بنگاه کار کنی؟ بحث بنگاه خب اونجا حالا هر کاری. خب ببین قیاس فارغ میکنی،
بونگو اشعریونه بذاری. اشاره به بونگو کردی، آره خیلی خوب. مثلا میرم همین کار خودم رو اونجا ادامه میدم، میرم این بونگوهای ایرونی که خونه تبلیغ میکنن. اینا همش خیالات مسعود. قاشقی رفتن اینه بالا رفتن از تناب بدبختیه. وای پلیز بلک واشینگ ایناف بابا، انقدر بلک نمی سیاه نمایی نکن، یه ذره وایت ببین بابا. انتخاب من بین بد و بدتره، هرچی باشه اونجا زندان نیست. خواه زندون بدتره، باور کن بدتر. تو نه راه پیش داری نه پس. باشم ترکیه با این وضع امنیتش. آه راست میگن، اصلا حواسم نبود. آفرین آفرین، چه اشتباهی داشتم میکردم. راست میگی زندان امنه، حداقل با خیال راحت میتونی 10-20 سال اون تو بمونی، قشنگ بخوری یا بخوابی. بابا تو اصلا انگار حالید نیست، گیجی نمیفهمی. من تصمیم خودم رو گرفتم زهرا، مجبورم. چرا اتفاقا حالیمه مسعود؟ چون حالیمه بهت میگم. تو خون زندگی مو ازم گرفتی، بچه مو ازم گرفتی، حالا میخوای مملکت همو بگیری. نه من با تو نمیام. خیلی خوب خیلی خوب، بلش کن، داری قضیه رو سیاسی میکنی مملکت و اینا. مثلا بلش کن، من توی شرایطی هم باید برم، با رفتن منم مملکت هیچ تکونی نمیخوره. خیالت راحت راحت. حتی فکرشم نکن.